بنام خداوند بخشنده و مهربان با با تقدیم سلام به از دیگر ویدیو چینل جنرال پلاس خوش آمدید مسلم شیرزاد در صفحه رسمی فیسبوک چینی چونین نگاشته است سلطان زوی بر اساس دستور ماون اول رئی جمهور در مدت سه روز آمار دکت شهرک ها و بلند منزل هایی که از غالسنگ استفاده می کنند با وزارت داخلش شریک ساخته شود تا کمیسیون جلوگیری از آلودگی هوا در مورد اقدام کند. تشکیل کاروان و حمل سلا در هفته شهید ممنوع شد. کمیسیون برگزاری مراسم بزرگداشت از هفته شهید میگوید با افرادی که تا روز ترور امچا مسود قهرمانی ملی کشور دست به بینظمی و اخلال امن و نظم عامه می با جدیت برخود خواهد شد. این کمیسیون در اعلامیه شکل دهی کاروان ها حمل صلاح و پوشیدن یونیفرم نظامی را ممنوع اعلام کرده است در که کمیسیون برگزاری مراسم بزرگ داشت از هفته شهید که توسط وزارت داخل نشر شده آمده است که در گذشته تجربه شده است که یک تعداد افراد به بهانه تجلیز از هفته شهید با گشت و گذار بیموجب و فیرهای پراگنده پراگنده امن و نظم آمه را بر هم زده که این موضوع سبب خرابی ساختن ذهن آمه و حتی در برخ مورد باعث تلفات شده است. در این اعلامه آمده است که هیچ فرد حق ندارد تامین تا امنیت روانی مردم را مختل کرده و امن و نظم آمه را برهم زند. بر اساس اعلامه بدون نیروهای امنیتی هیچ فرد حق تردد با این فرم نظامی و صلاح را نداشته و نیز نمی تواند دست به فیرهای هوایی بزند. کمیسیون برگزاری مراسم بر بزرگداشت هشت هفته شهید گفته که هیچ فرد حق گشت و گذار با موترهای شیاسیا بی اسناد به پلید و غیر قانونی را نداشته و در صورت تخلف وسایتشان زد می گردد همچنان تغییر رنگ وسایت به های مختلف ممنوع می باشد. در اعلام این کمیسیون آمده که افراد حق ندارند با شکل کاروانها ها نظم جاده را برهم زند و سبب شود جریان ترافیک جاده مسدود شود. این کمیسیون استفاده از وسایت دولتی در کاروان ها را نیست. تاکید ممنوع کرده و گفته است که استفاده کنندگان مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد. کمیسیون برگزاری مراسم بزرگداشت از هفته شهید میگوید به نیروهای امنیتی هدایت داده شده تا افرادی که از نکات ذکر شده تخطی و دست به بینظمی و اخلال امن و نظم آمان می میزنند را بازداشت و با چنین افراد با جدیت تمام طبق قانون برخورد نمایند این در حال است که همه ساله پیش از هجده سنبله مصادف با سال روز ترور فرمانده محسود، واژدارها و ممنوعیت مشابه از سوی مراجع مسئول اعلام و اعمال می شود. اما این اقدامات مانع از قدرت نمایی افراد مسلحی که خود را حامی همهجا مسود و طرفداران دولت اسلامی بر برهبری برهانی دینی ربانی میخوانند نشده است آنها هر سال با راهاندازی کاروانهای بزرگ حمل و بر افراشته شدن پرچم دولت مجاهدین اقدام به شلیک های هوایی میکنند و این امرگاه حتی به زخمی شدن و مرگ افراد منجر شده است همچنان وزارت داخله با اخلالگران نظم آمه در هفته شهید برخورد جدی می شود وزارت امور داخله هشدار می دهد که با عاملان اخلال امن و نظم آمه در هفته شهید و سال روز طول مچا مسود قهرمان ملی کشور برخورد جدی می شود داره سخنگوی وزارت داخله یک شنبه شانزه سنبله در یک پیامی ویدیوی گفته است که نیروهای امنیتی تدابیر ویژه برای هفته شهید روی دست گرفتن. او افزوده است به هیچ فرد یا گروهی که قصل اخلال امن و نظم آمرا را داشته باشد اجازه دهیم. سخنگوی وزارت داخله تأکید کرده که پلیس و نیروهای امنیتی در نقاط مختلف شهر حضور دارند با هر نوع عوامل که باعث اخلال شود برخورد جدی و قانونی می کند در همین حال دفتر شورای امنیت ملی با نشر خبرنامه گفته است که رهبری ارشد امنیتی امروز در مورد تامین امنیت و آمادگی جهت برگزاری هفته شهید گفتگو کردند در خبرنامه دفتر شورای امنیتی ملی آمده است مسئولان امنیتی گزارش دادند که مطابق فرمان رئیس جمهور اولین جلسه کاری که معذب دایر شد با به به تامین امنیت و نظم آمد در جریان هفته شهید آمادگی و همانگی های لازم گرفته شده است از سوی هم وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرده است که در روز سه شنبه 8 برابر از با سال روز طرور احمد مسئول با است با سالروز روز ترور مسعود با آغاز هفته شهدا رخصتی عمومی است همه سال از هفته شهید و سال روز ترور مچام بچه در کشور بزرگ داشت می شود. در سالهای پیش گشت و گذار کاروانهای های موتر همراه با افراد مسئله و شیلیک های آنان مورد انتقاد قرار گرفته بود. گفتگوهای قطر تقابل دو گفتمان همین چهاب خبرگزاری افاق زبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در حساب دری خود نگاشته است که ملا حیبت الله زاده رهبری این گروه تیم ترکیب تیم مذاکرات آن را تایید کرده و ریاست آن را بر عهده شیخ مولوی عبدالحکیم که قاضی القضات این گروه به شمار می رود گذشته و شیر عباس استانکزی هم معاون تیم مذاکره کننده شده است آقای مجاهد که تیم مذاکراتی گروه طالبان 21 نفر هستند و محمد نهیم وردک به سخنگوی دفتر سیاسی سی سی گروه در قطر تعیین شده است پیش از این سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بود منابع دولت افغانستان اما شرکت عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه و محمد حنیف اکبر سرپرست وزارت امور خارجه در مراسم افتتاحیه ای این روند خبر داده و گفتند که این موضوع نهایی شده است تغییرات اعمال شده در تیم مذاکره کننده طالبان ممکن است دولت افغانستان را غافلگیر گیر کرده باشد معلوم نیست که دولت برای گفتگو با این ترکیب جدید هم برنامه دارد یا نه زیرا پیش از این افراد و چهره های در ترکیب تیم سیاسی طالبان برای مذاکرات صلح قرار داشتند که از نظر سیاسی، ایدئولوژیکی، قومی و ای با افراد جدید تفاوت داشتند. به عنوان نمونه شیر محمد عباس سستانگزی که مدت ها رهبری جریان معادلات پیچیده دیپلماتیک را محسوب می شد صرف نظر از ادعایی که درباره سوابق تحصیلی مشترک و او اشرف و خلیزات در دانشگاه امریکایی بیروت مطرح می شود آقای سارگزی هم بر زبان انگلیسی مسلط است و هم زمان دیپلماسی مدرن را می داند. اما مولوی عبدالحکیم پیش از این به عنوان رئیس دیوان عالی طالبان کار کرده او یک مفتی مذهبی است و سالها دستگاه فتواسازی طالبان را اداره کرده که بر آین آن کشتار و خشونت و ترو در ابعاد وسیع و سیوه گسترده بوده است از سوی دیگر در گذشته از مولوی عبدالحکیم به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی برای رهبری طالبان یاد شده حتی گفته می شود که تصمیم کلیدی طالبان در زمین صلح با آمریکا نیز در آخرین مراحل با امضا و افتتاح او تید می شده است با این حساب حضور چنین چهره های در رأس تیم مذاکره کننده طالبان در دوحه وضعیت را برای دولت افغانستان پیچیده در می کند زیرا طالبان آدیولوژیک و استراتژیک اصلی گفتمان امارات را به میدان فرستادن و این در حال است که در مقابل دولت افغانستان خود را مدافع گفتمان جمهوریت داند و ادعا می کند که جمهوریت ظرفیت حسم طالبان را دارد و آن گروه می تواند با پیوستن به این گفتمان بر روند صلح الحق شوند در برابر طالبان هم احتمالا دایی مشابه دارند آنها آدیولیکی که امارات را به قطر میفرستند تا نشان دهند که بر اصول خود معاملت نمی کنند و مغلوب گفتمان جمهوریت نمی شوند سپاس که تا این با ما بودید برای ویدیوهای بیشتر کانال را سابسکرایب نمایید